رژیم مبادلات تجاری با رژیم آخوندی در کنگره آمریکا تصویب شد. تحریم‌های جدید هر گونه تجارت با حکومت آخوندی را ممنوع و آن را به اقلام مجازی نظیر مواد غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی محدود می کند. رادیو تلویزیون رژیم آخوندی و سرکرده آن پاسدار زرقامی را به خاطر نقض حقوق بشر و پخش اعتراف‌های اجباری تحریم می کند و در لیست سیاه قرار می دهد. معاملات پایاپای رژیم با فلزات گرانبها مشمول تحریم‌های جدید آمریکا شد. کنگره آمریکا مصوبه سنا شامل تحریم بخش‌های مالی و رادیو تلویزیون رژیم ایران را با لایحه خود ادغام کرد و آن را به تصویب رساند. این مجموعه که بخشی از لایحه بودجه دفاعی آمریکا در سال 2013 میلادی است، شامگاه گذشته با 315 رأی موافق در برابر 107 رأی مخالف تصویب شد. طبق این تحریم‌ها، معاملات تجاری و خدمات برای صنعت نفت و گاز، بنادر، حمل و نقل و بخش کشتی‌سازی رژیم ایران ممنوع است. کشورهایی هم که خرید نفت خود از رژیم ایران را کاهش داده‌اند، باید پول نفت خریداری شده از این رژیم را در حسابی واریز کنند که برداشت از آن فقط برای خرید مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، کمک‌های انسان دوستانه و کالاهای کشاورزی مجاز است. این تحریم‌ها رادیو تلویزیون رژیم ایران و رئیس آن عزت الله زرقامی را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش اعتراف‌های اجباری و نمایش دادگاه‌ها در فهرست سیاه قرار می‌دهد و دارایی‌های آنان را مصادره می‌کند و همچنین مانع مراودات اقتصادی دیگران با رادیو تلویزیون این رژیم و رئیس آن می‌شود. معاملات و تجارت فلزات گرانبها، گرافیت، آلومینیوم و فولاد، نرم افزار برای امور صنعتی در زمینه انرژی و حمل و نقل مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند بود. خدمات بیمه برای بازرگانی در زمینه انرژی و حمل و نقل رژیم ایران و نهادها و افراد نامگذاری شده مشمول تحریم قرار می‌گیرند. بانک‌های خارجی در صورتی که معاملات نهادهای رژیم ایران را که توسط ایالات متحده نامگذاری شده انجام دهند، تحریم خواهند شد. کنگره از دولت آمریکا می‌خواهد هر 6 ماه یک بار گزارش کند که آیا رژیم ایران از موادی که مشمول تحریم‌ها هستند، از جمله فلزات گرانبها و فولاد یا انجام معاملات پایاپای با این فلزات استفاده کرده است یا خیر. کنگره از دولت آمریکا می‌خواهد هر 6 ماه یک بار گزارش کند آیا کشتی‌های خارجی در بنادر ایران که توسط شرکت تاید واتر متعلق به سپاه پاسداران اداره می‌شوند پهلو گرفتند یا نه. علاوه بر این، در صورتی که هواپیماهای تحریم شده رژیم ایران در فرودگاه‌های خارجی فرود آیند، دولت ایالات متحده باید این موارد را به کنگره گزارش کند. مصوبه کنگره آمریکا پس از تایید سنا برای کاخ سفید ارسال و با امضای باراک اوباما به قانون لازم الاجرا تبدیل می شود. تحریم نهادهای رژیم آخوندی توسط شورای امنیت ملل متحد به خاطر قاچاق سلاح به سوریه. سوزان رایس، سفیر دائم آمریکا در ملل متحد: این تحریم‌ها تأکیدی است بر نگرانی فزاینده بین المللی در مورد سوء استفاده رژیم ایران از بخش حمل و نقل و توان این رژیم را در فعالیت‌های قاچاق و ارسال سلاح محدود و فرسوده می‌کند. شورای امنیت ملل متحد 2 شرکت متعلق به رژیم آخوندی را روز گذشته به خاطر قاچاق سلاح به سوریه و سایر کشورها تحریم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، کمیته نظارت شورای امنیت که تحریم تسلیحاتی و سایر تحریم‌ها علیه رژیم ایران را زیر نظر دارد،
شرکت هوایی باربری یاس ایر و شرکت واردات و صادراتی ساد را در لیست سیاه خود قرار داد. سوزان رایس سفیر آمریکا در ملل متحد از تحریم شرکت‌های دیکتاتوری آخوندی استقبال کرد و گفت این شرکت‌ها مسئول انتقال محموله مهمات، تسلیحات تهاجمی، مسلسل، گلوله‌های خمپاره و سایر سلاح‌ها از ایران به سوریه بودند. سفیر آمریکا افزود تصمیم این کمیته تأکیدی است بر نگرانی فزاینده بین‌المللی در ارتباط با سوء استفاده رژیم ایران از بخش حمل و نقل به عنوان ابزاری برای صدور سلاح و هدایت سایر فعالیت‌های قاچاق در نقض تحریم‌های ملل متحد. وی تصریح کرد تحریم‌های جدید بر تحریم‌های قبلی شورای امنیت علیه رژیم ایران افزوده می‌شود تا بیش از پیش توان این رژیم را در سوء استفاده از کشتیرانی و حمل و نقل برای امور قاچاق فرسوده و محدود کند. سوزان رایس افزود الزامی است که همه کشورها باید برای کشف، جلوگیری، بازرسی و توقیف تبادلات تسلیحاتی رژیم ایران چه زمینی و چه هوایی و چه از دریا بر شدت تلاش‌های خود بیفزایند.